در آستانه دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای بار دیگر جار و جنجال در رژیم بالا گرفته. فریادهای باند ولی فقیه از محافل درونی به روزنامه‌ها و از روزنامه‌ها به کف خیابان کشیده شده که ما دلواپسیم. جالب است که باند رفسنجانی روحانی هم در اظهار دلواپسی روی دست باند مقابل بلند شدند که ما بیشتر دلواپسیم. در مجلس نماینده‌های باند ولی فقیه، ظریف وزیر خارجه و برخی دیگر از وزیران روحانی را زیر سوال کشیدند و ظریف هم به طعنه اظهار خوشحالی کرد که طی 8 ماه گذشته بیش از هر وزیر خارجه‌ای در طول تاریخ این رژیم به مجلس و کمیسیون امنیت آن احضار شده و مورد سینجین قرار گرفته است. اما واقعاً دعوا بر سر چیست؟ آیا بر سر مذاکرات هسته‌ای و مخالفت با خوردن زهر هسته‌ای است؟ اگر به حرف‌ها و نوشته‌های اعضای باند ولی فقیه نگاه کنید، حتی تند و تیزترین نعره‌کشان آنها مخالفتی نه با مذاکرات و نه با زهر خوردن و ضرورت آن ندارند و حتی این را برخلاف گذشته تصریح می‌کنند که به مذاکرات ادامه دهید. آنها می‌گویند ما قبلاً هم بارها با دشمن مذاکره کرده‌ایم و الان هم منعی برای آن نداریم و باز هم تصریح می‌کنند که در شیوه و نوع توافق و نه اصل توافق حرف دارند. اما حرفشان چیست؟ حرفایی که الان مطرح می‌کنند هیچ کدام راجع به اصل مذاکرات نیست. اینکه ظریف در مورد اسرائیل و هولوکاست چه گفته یا نگفته و غیره اساساً غر زدن است. حتی در مورد شیوه مذاکرات و نوع توافق هم حرف روشنی ندارند. قبلاً با اشاره و تلویح می‌گفتند که تیم مذاکره کننده مقام رهبری را گول زده‌اند. گفتند در مذاکرات خیلی چیزها به دست آورده ایم، اما بعد معلوم شد چیزی به دست نیاورده ایم و یک سویه داده ایم. اما الان دیگر این حرفها را هم نمی زنند، چون خود خامنه ای هیچ حرفی در این زمینه نزده و باز هم از ادامه مذاکرات و از تیم مذاکره کننده حمایت کرده است. همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند روحانی روز 15 اردیبهشت در مجلس ارتجاع بار دیگر تصریح کرد که تمام مراحل مذاکرات با مشورت خامنه ای بوده و هر زمان بگوید مذاکرات شکل دیگری پیدا می کند. پس باز همین سوال همچنان باقی است که درد این جماعت چیست؟ درد در وهله اول تناقض دردناک و مرگباری است که خود ولی فقیه هم با آن دچار است و او را ناگزیر از دوگانگویی های مسخره کرده که دایره آن هم روز به روز محدودتر می شود. نظیر این که مذاکره بکنید اما به دشمن اعتماد نکنید. مذاکره بکنید اما از حقوق مسلم خود کوتاه نیایید. توصیه هایی که در بازار سیاست و صحنه عمل به یک پول سیاه نمی ارزد، اما از درد و تلخی و سوزانندگی ناشی از فرو دادن زهر هسته ای خبر می دهد. زهری که رژیم را به نابودی می کشاند، ولی در این حال هیچ چاره ای هم از خوردن و فرو دادن آن نیست. از یک منظر دیگر این ناله و فریادها نه ناظر به وضعیت کنونی و صورت مسئله کنونی یعنی خوردن زهر، بلکه ناظر به آثار و پیامدهای زهر است، یا ناظر به جام زهرهای بعدی است که عبارتند از حقوق بشر یا کاهش اعدام و سرکوب و اختناق و عقب نشینی های منطقه‌ای و عدم مداخله در امور سوریه و عراق و لبنان و سایر کشورهای منطقه. از اینجاست که راه و خط دو باند از هم جدا می شود. ولی فقیه می داند که اگر بعد از زهر اتمی به جام زهرهای بعدی تن بدهد، به معنای از دست رفتن تخت ولایت فقیه است. اما خط رفسنجانی این است که شتر سواری دولا دولا نمی شود. باید تا ته خط رفت و در این خیال باطل است که تنها این طور می شود هم این رژیم را از سقوط نجات داد و هم بر تخت اکبر شاهی نشست. آینده‌ای که چندان هم دور نیست نشان خواهد داد که هر دو باند به قول معروف خشت بر آب می‌زنند. حکم مرگ دیکتاتوری ولایت فقیه بدون هیچ تجدید نظر از سوی مردم و مقاومت ایران صادر شده است.